این افتخار ایران زمین هستش و این محصولاتی که الان دیدی توسط دانشمندان همین مرزمون تهیه و تولید میشه در حال حاضر، انشاءالله که در خوب فارس هم محفظ بشه. یه عقبه 99 سال پشت سره در واقع این واکسن رازی کو فارس هست. تولید انبوه شاید کنم. ببین من قبلا هم عرض کردم به صحبت های قبلیم که حقیقتش دوست ندارم عجولانه راجب این صحبت بکنیم. فکر میکنم بعد از مطالعه فاز دو راجب این صحبت بکنیم که چقدر قرار تولید کنیم، تولید انبوه چقدر، چند دوز در اختیار مردم میتونیم قرار بدیم. نمیخوام بازش کنم چقدر هست چون یه عدد بدم بعد ممکنه بعدا نتونم برسونم به اون عدد، ولی کارم دارم انجام میدم که فاز دو در واقع تموم شد و قطعا میتونم بگم که مثلا x میلیون دوز در خدمت جامعه بالاخره با این x میلیون دوز خواهیم داشت. ما برنامه‌ریزی کردیم بر 80 میلیون بالاخره نفری که تو انسان هستن خط تولید صنعتی اونجوری را بیفته، ولی خب حالا به دلایل مختلف سرعتی که می‌داشتیم رو نداشتیم. حالا فکر کنم نیازی نیست من دلایلش رو بیان کنم چون دلایلش خیلی متفاوت هست و خیلی هم مختلف، و فکر کنم اگه این حرف رو بزنم خب اونجا حالا حرفای خوبی نباشه یا برای بعضی یا از جمله خود من هم خوشایند نباشه. به اینکه چرا از خرید از خارج، خب بالاخره ما اگه با من تولید کننده بخوایم به سوال شما نگاه کنیم، ما حق با شماست، ما با شما هم عقیده میتونستیم این کارو بکنیم که میتونستیم ساپورت کنیم، در واقع سیستم میتونه ساپورت بکنه که در واقع این واکسن سازهایی که داخل هستن یه کاری بکنن زودتر این به دست مردم برسه. و حقیقتش ما برنامه‌ریزی اولیه‌مون بر اساس همین بود، یعنی تا فکر میکنم اگه اون ساپورت از ما میشد، این حمایت از ما میشد، آخر اسفند فکر میکنم تولید بندوز کافی بالاخره شکل میگرفت، این اولویت بندی که انجام میشده در آخره بتونیم کاورش بکنیم، ولی خب به دلایل مختلف انجام نشد. و اینکه حالا چرا خرید از خارج، بالاخره دوستان غذاداران تو فشارهای مختلف مردم هستن دیگه، مردم میگن واکسن بیارین، اونم بالاخره مجبورن دست و پا کنن واکسن رو بالاخره بخرن و تحویل مردم بدن. از این جهت مو قسمت ما نه سیاست گزارش هستیم نه دست در واقع دخالتی داریم، فقط به عنوان تولید کننده میتونم عرض بکنم که اگه دوستان از ما بالاخره همین الانش هم میخوان بالاخره ما اگه بتونیم این زودتر دست مردم برسونیم، خب این به نفع خود ما هم هست و تلاشمون هم این هست که این بالاخره زودتر انجام بشه و اون تولید انبوهمون ان شاءالله زودتر شکل بگیره. یعنی اولین واکسن داخل کشور است از دیسکاوری شروع شده و تا به اینجا رسیده، بنابراین همین زمان 9 ماه 10 ماه 11 ماه زمان خیلی خوبیه. درسته ما انتظارمون بود که سرعتش بیشتر باشه، خب و ما سعی کردیم سرعتمون بیشتر از این باشه. به هر حال اون چیزی که بر ما گذشت من دارم عرض میکنم، دوستان غذادارون بالاخره با دقت بیشتر، با مداخله بیشتر، با در واقع اینکه نگاه کردن عمقیه بیشتر به این مسئله خوب نگاه کردن، این باعث شد ما میبایست توجیهشون میگردیم تا به این نتیجه میرسن که این واکسن هست یا نه. از این جهت فکر کنم زمانش بیشتر طول کشیده. حالا اینکه ما در خصوص بررسی اون واکسن داور بودیم، نمیتونیم راجبش قضاوت بکنیم و واکسن های بعدی هم انشاءالله خواهند آمد، بنابراین اینو راجبش نمیتونم نظر بدم که حالا در خصوص ما یه جور دیگه برخورد شده یا در خصوص اونا مثلا سرعتش بیشتر بوده. واقعیت این اصلا تو این جایگاه هستم که راجبش صحبت بکنیم. بالاخره اون یه واکسن یه پلتفرم کشته است، تجربهش تو ایران زیاد بوده و همکاران غذادارو قطعا بیشتر مسیرش رو میشناختن، چون سرعت به خاطر اون بیشتر بوده و واکسن ما خب این واکسن ریکامیننت بود، از این طرف از به خاطر همین هم خب مداخله توش بیشتر بوده، شاید به خاطر این طول کشیده. من نمیتونم بگم که اینو، من فکر کنم شما از دوستانی که مسئول این کار هم باید بپرسین چرا اون سریعتر شده این کنتر شده، اون یه بحث دیگه است. این نکته من دوستان تاکید کنم روش، این ما قبل از اینکه حالا تا مجوز ارکود اخلاق بگیریم هیچ مصاحبه ای از ما نمیدیدیم، نمیدونم هیچ کنون از ما مصاحبه دیدیم، به خاطر این بود که ما بالاخره کارمون رو میخواستیم علمی بریم جلو، کاری با سیاست نداریم. یعنی من بیام شواف کنم که مثلا ما داریم اینجا این کار رو میکنیم، اونجا داریم اون کار رو میکنیم. از این جهت خب خواهم روند رو بگیم ببینیم نیاز به واقعیتی نیاز به سیاسی کاری نداشتیم و کارمون به صورت علمی پیش بردیم و الانش هم همینجور هست. الان هم که شما رو دعوت کردیم اینجا مطمئن باشید روز تازه خبرنگاری نخواهیم داشت اونجا بیان فیلم بگیرم مثلا کسی رو نشون بدن اینا. نکته دوم که حالا آقای دکتر در خصوص آنتیژن هم این چینی و انگلیسی و چه میدونم، ببینین یه بحث خیلی مهمی هست
شما خیلی تاثیرگذار هستیم به نظر رو مردم. واکسن یه چیز خیلی تخصصی هست که هر کسی بیاد راجبش نظر بده، ببینم این از اینجا اومده، اون از اونجا اومده، ببینم فلان چیز شده. هفته پیش مثلا به ما تهمت زدن که واکسنشون انگلیسیه. خب این انصاف نیست. بالاخره جایی که داره این همه زحمت میکشه، این همه کار داره میکنه و کلی مدارک بردیم دادیم که نام اینجوری است. هر چند ببینید قضا و دارو همه اینا تا مطمئن نشید دقت کنید دوستان، قضا و دارو تا از چیزی مطمئن نشید مطمئن باشید که شما مجوز نمیده، سرتیفیکات ازتون نگیره، نیاد جای کاری که داریم، جایی که در اون عملیات داره انجام میشه، اون کار داره انجام میشه، اونا رو نبینه، حتما بازرسی میکنه. همین اتفاقات داره میفته و بالاخره آخرش به یه مجوزی میرسه. نکته سوم میخوام عرض بکنم خدمت شما عزیزان، ببینید ما برای همه کارامون بالاخره از این مرمومت کمک میگیریم. اینجوری نیست که شما همه اینایی که واکسن ساختن تو دنیا برید نگاه کنید، بزرگاش هم خیلی گندن، ببین همشون مشترک هم با این طرف اون طرف، یه سری کار بالاخره به این سپردن، یک کار به سری کار به اون سپردن. ما این همه واکسن داریم میسازیم، همه چیش که مال خود ما نیست که. شما خبرنگاران عزیز، شما الان دارین خبر تهیه میکنین، میکروفون تو مال خودتونه، مال ایران این میکروفونا، از یه جای دیگه گرفتین، دوربین تو مال کجاست؟ بعد من بیام بگم آره اینا رو من، چون دوربین شما مال انگلیسه، فلان چیز شما مال آمریکاست، اون یکیش مال، پس این اصلا خبر اصلا نه محتوا داره نه متن داره نه چیز خوب نیست دیگه. این همه همین ابزارا رو دارن استفاده میکنن و این نکته که مهم هست، دانشی که مال ماست، اون سلاین مال ماست، اون آنتیجنی که طراحی شده مال ماست، آنتیجنی که ساخته شده کنترل شده. ما یه شرکت نوپان نیستیم، تازه پا نیستیم که مثلا تازه تاسیس شدیم بعد هیچ نداریم چیزی رو چک کنیم. حتی این دقت کنید دوستان، مواد اولیه هر چیزی که از خارج بیاریم، حتی از شرکت فوق العاده متعارف شما اینجا حتما باید کنترلش کنیم. اینجوری نیست همینجوری بریزیم داخل واکسن و بدیم به دست مردم. و کارایی واکسن هایی که تا الان مؤسسه ساخته شده اینو داره کاملا نشون میده که بالاخره چه کار کرده، چه کار داره میکنه. و این که مثلا به هر حال تو فضای مجازی چیزایی گفته میشه، واقعا جفا در حق این صنعت، در حق این محققین هست، در حق مؤسساتی مثل مؤسسات ماست که صحبت هایی میشه و هر کسی راجع به هر چیزی نظر میده. به هر حال اینا بحث فوق العاده تخصصی، واکسن بالاخره چیز عادی نیست که هر کسی راجعش هر طب من زیاد میبینم راجعش زیاد صحبت میشه و یه متاسفانه یه جوری شده نسبت همه واکسن ها الان داخل کشور چیز منفی است، در واقع اون حس منفی ایجاد شده هم نسبت به خارجی هم نسبت به داخلی. به هر حال اگه این اتفاق بیفته هیچ کس واکسن نزنه، خب ما تا الالعبد باید پاندمی رو داشته باشیم دیگه، همجوری عزیزانمون از دست میدیم و اتفاقاتی که بالاخره همچنان خواهد افتاد. ببینید اگه راضی این کارو کرده کسی ازش نخواسته، ولی نکته خیلی مهمه که راضی وظیفه‌اش بوده این کارو بکنه. ما منت سر هیچ کس نداریم، منت سر هیچ کس نیست که ما راضی این کارو کرده لطف کرده. ببینید واسه 90 سال 95 سال عمر داریم در اون مؤسسه داره کارش انجام میده و وظیفه‌اش بوده. اینجوری نیست که مثلا بگیم آره لطف کردیم ما مثلا واکسن ساختیم. و بالاخره ما از دولت داریم حقوق میگیریم، مال این ملتی، مال این دولتی، همه همکارهایی که اینجا دارن کار میکنن، تیم محققون همشون مال این مملکت هست و قطعا دنبال این بودن که این همه آلام رو توی این همه دردهایی که مردم دارن در واقع میکشن رو بتونن کاهش بدن، بتونن تسکینش بدن. از این جهت این با واقعا توی این تحریمایی که وجود داره فکر کنید مثلا شما بخواید چیزی بگیرید، حتی یه پیچ، ببینید چقدر بالاخره باید تلاش بکنیم اتفاقات بیفته، ولی همه اینا رو ما به دیده منت میپذیریم و وظیفه ما بوده. متاسفانه خب یه شرایطی تو کشور ما داره پیش میره که مثلا یه مدیر فکر میکنه که مثلا هر کاری دوست داره میتونه بکنه. من به عنوان رئیس مؤسسه وظیفه‌ام بوده که این کار انجام بدم و وظیفه‌ام بوده زیرساخت بالاخره فراهم بکنم، نمیدونم وسایلی که همکارام نیاز داشتن فراهم بکنم و بالاخره تیمم رو سوق بدم به این سمت که این اتفاق بیفته. و هیچ منتی هم سر مردم نخواهیم داشت، هم نداریم و نخواهیم داشت و امیدواریم که بالاخره واکسن رو تا آخر بتونیم پیش ببریم و مردم بتونن ازش استفاده کنن.